پس از دو سالی که همه‌گیری کرونا بر مراسم نوروزی ایرانیان لس آنجلس سایه انداخته بود و دید و بازدید نوروزی امسال رو، اما بنیاد فرهنگ در محوطه دانشگاه UCLA با حضور چند هزار ایرانی و آمریکایی برگزار کرده. همکارم پریسا فرادی از این جشن و اجتماع بزرگ ایرانیان در ایالت کالیفرنیا یا آمریکا گزارش میده. نوروزتون پیروز. این برنامه رایگان بنیاد فرهنگ 13مین جشن نوروزی مونه. اینجا بیشتر از 20,000 نفر الان هستن، شاید هم بیشتر، از تمام جنوب کالیفرنیا، بعضی از خارج از ایالت‌های دیگه. و خیلی خوشحالیم که امسال انقدر همگی استقبال کردن. فکر کنم بعد از دو سال که هممون حبس شده بودیم، همه اومدن دید و بازدید بکنم. و امسال هم خیلی دوستان هستن و مهمونای ما هستن که از جای دیگه اومدن، مخصوصا مهمونای غیر ایرانی که میان اینجا که فرهنگ و هنر ایران رو یاد بگیرن و عید نوروز رو با ما جشن بگیرن. بلکه عید نوروز یه جشنی که همه میتونیم جشن بگیریم و من چقدر ذوق میکنم که میبینم آمریکایی‌ها یا غیر ایرانی‌ها میان و چقدر خوششون میاد از جشن نوروز، از فرهنگ ایران و از همه هنر ایران. خیلی هم افتخار میکنیم که بچه‌های جدید که اینجا به دنیا اومدن و شاید آشنایی ندارن با فرهنگ و هنر ایران، میان اینجا و یاد میگیرن و خوششون میاد از جشن نوروز یاد بگیرن و جشن بگیرن. و کارهای کاردستی داریم برای بچه‌ها، میتونن هفت‌سین خودشون رو درست کنن ببرن خونه. خیمه شب‌بازی داریم با خانم نگار استخ که خیلی استقبال میشه. برنامه‌های نقاشی، کاردستی، خطاطی داریم. خیلی خوب مادر، من این دیوار رو خیلی خوب میشناسم. هرچی این دیوار میگن تو باید برعکسش رو انجام بدی، فهمیدی؟ من 18 سالگی اومدم برای دانشگاه و چقدر قشنگه. من خودم برکلی میرم ولی مثلا اومدم لس آنجلس برای تعطیلات، برای عید نوروز، چون لس آنجلس واقعا این برنامه رو ایجاد میکنه که ما سنتامون رو نگه داریم. ایونتیه که همه ایرانی میتونن جمع بشن، مخصوصا عید نوروز رو با هم جشن بگیرن، همون طوری که توی ایران نمیتونن برگزار کنن اینجا بتونن برگزار کنن. من از 8 سالگی تقریبا 13 سالی که اینجام و این برنامه ها که هر سال داریم خیلی برام مهمن و خیلی قدرشون رو میدونم، چون هر جایی نمیشه به این مفصلی جشن نوروز رو بگیریم دور هموطنان عزیز. این کامیونیتی که تو لس آنجلس داریم واقعا بی نظیره و اینکه میتونیم یه برنامه به این مفصلی داشته باشیم، بقیه ببینن چقدر فرهنگمون قشنگه، چقدر سلیبریشنامون قشنگن. فکر میکنم تو ایران هم مثلا هموطنا دور من جشن نوروز میگیریم دیگه، احساس خیلی خوبیه. سلام، من از 3 سالگی اینجا بزرگ شدم، الان حدودا میشه 18 سالی که تو آمریکا هستیم و واقعا برنامه اینطوری خیلی مهمه، به خصوص برای نسل دوم، سوم و غیره. پدر مادرامون خیلی قدر این برنامه ها رو میدونن ولی فرهنگ فاوندیشن و انجمنای مثل فرهنگ دارن یک رابطه ای بین این نسل مختلف ایجاد میکنن که برای جامعه ایرانی خیلی مهمه و ما واقعا خیلی شانس داریم که در لس آنجلس که میشه واقعا قلب جامعه ایرانی خارج از ایران، میتونیم با همدیگه جمع شیم، یه دید و بازدید بکنیم تو هوای خوب دور همدیگه و سال جدید و نوروز رو به خوبی آغاز کنیم. گروه کورا آوا از سال 2018 در واقع پایه‌گذاری شده و خب اینجا گروه کور فارسی نبوده و گروه کور اصولا به خاطر پیچیدگی‌های موسیقیایی که داره خیلی سراغشون نمیرن و در واقع ما میتونیم بگیم اولین گروه کور رسمی
در امریکا هستیم که به زبان فارسی در واقع اجرا گذاشتیم، اجرا میکنیم. من سرپرست گروه الی دف انسامبل هستم که چیزی حدود 30 نفر دف نوازن که برای این برنامه 20 نفرشون انتخاب شده بودن. ما هر سال با فرهنگ برنامه داریم ولی امسال یه هیجان خاصی داشت بعد دو سال که هیچ برنامه نبود. خیلی همه رو دیدیم، اصلا خیلی حس خوبی بود. انرژی مردم باعث میشه ما انرژی بگیریم یک سال کار کنیم برای نوروز سال دیگه آماده باشیم. عید شما مبارک، مژده عید آمد.